بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه روی خط زندگی. انشالله که حالتان خوب باشه و در صحت و سلامتی کامل باشن. دوستان عزیز ارجمند، روز دوشنبه است، عصرگاه روز دوشنبه شما بخیر و نیکی باشه. انشالله که در کنار کانون گرم خانوادهتان از لحظه لحظه یه زندگی بهره مند شین و لذت ببرین. خیلی خوشحال هستیم که انتخاب شما بار دیگر تلویزیون تمدن و برنامه خوب روی خط زندگی است و طبق معمول همیشه امروز دوشنبه است و در پیوند با کتاب گرانسنگ، کتاب راهنمایی زندگی نهج البلاغه، برای شما از اون صحبت های در نظر گرفتیم و حکمتی هست که به تبع از برنامه های قبلی به بحث و گفتگو خواهیم گرفت. میطلبه که شما عزیزان تا پایان صحبت و گفتگوی امروز مرا همراهی کنید. دوستان از ارجمند، برای که مسیر زندگی خود را به سمت خداوند مهربان هدایت کنیم، اسباب و عواملی لازم هست که در این مسیر ما باید به تکیه به اونها این مسیر واقعی زندگی خود را مشخص کنیم. یکی از داشته های ما، یکی از اسبابی که خیلی میتونه پرکاربرد و مورد اهمیت باشه، داشتن یک قلب سلیم است که میتونه جایگاه فضایل اخلاقی در زندگی ما باشه. اما گاهی اوقات ما غافل میشیم از این قلب خود و اون وسعتی که داره، جایگاه و اعتباری که میتونه داشته باشه، و آلوده و درگیر بعضی از اتفاقات ناگوار زندگی میشه، آلوده به بعضی از گناهانی میشه که کتر میشه، از او عظمت و جایگاهی که داره پایین میآیه و باعث میشه که مرتبت انسانی ما هم تزلزل پیدا کنه. در واقع وقتی قلب ما آسیب میبینه از احوالات و گناهانی که در دنیای پیرامون ما هست، میشه گفت که او رابطی روحانی هم که ما با خداوند مهربان داریم یک مقداری آسیب میبینه. اما آن کسی هوشیار است، آن کسی میتونه دوباره در این مسیر خود هموار کنه که اندیشه ای داشته باشه که چه خطایی رو در زندگی انجام داده و چگونه با پشیمانی و ندامت خودش دروازه توبه رو به روی خودش باز میکنه و نگاهی جدید نسبت به زندگی و نسبت به ارتباط به خداوند داره. حضرت امیر بیان امام علی علیه السلام در ضمن حکمتی اشاره به این موضوع دارن و ما مایل هستیم که امروز بیشتر داره با تو این موضوع صحبت داشته باشیم که ارزش پشیمانی از گناه به چه پیمانه و چه مرتبه ای میتونه هست، که میتونه باشه که انشالله سعی میکنیم مفصل داره با تو این موضوع برای شما عزیزان صحبت کرده داشته باشیم. سرور گرامی ما افتخار جامعه روحانیت همچنان حاج آقای زاهدی عزیز در کنار ما هستن تا که امروز هم به اتفاق ایشان مروری داشته باشیم بر حکمت 46 کتاب شریف نهج البلاغه. آقا سلام و عرض ادب خدمت شما، بسیار خوش آمدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نوبه خود عرض ادب و احترام و سلام دارم محضر شریف شما جناب آقای حسینی مجری، این دستگاه و همه همکاران تکنیکی و بینندگان محترم رسانه فعال تمدن. از خدای متعال میخواهم که توفیق عبادت و بندگی در مسیر خودش به همه ما مرحمت بفرماید. از گناه و معصیت، آلودگی، خبائث همه ایمان را پاک بگرداند و توفیق توبه کردن در همه حالات، به خصوص قبل از مردن، توفیق توبه کردن نصیب همه ما بگرداند انشاءالله. انشاءالله زنده و سلامت باشن. بسیار خوش آمدید بار دیگر به برنامه ما جواب، در پیوند به برنامه هایی که هر هفته داریم در رابطه با کتاب گرانسنگ نهج البلاغه. امروز حکمت 46 به بحث و گفتگو میگیم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. در حکمت 46 نهج البلاغه حضرت مولای متقیان موضوع بسیار ارزشی، موضوع بسیار مهم را پیشکش بحث ساخته است که اصل کلام اینجا سیئتون تسوء که خیر من حسنتن تعجب که. حضرت می فرماید که گناهی که
انسان، سیئین گناهی که انسان از او خوشش نمیآید، خوش ندارد، ولی گناه را مرتکب میشه. این گناه بهتر است از عمل خوبی که انسان را به اوج و خودخواهی و منیت وامی دارد. اینجا دو موضوع اساسی در این مبحث حضرت اشاره کرده. ببینی گناه گناست، ولی گاهیست که صاحب گناه از اون گناهی که مرتکب میشه در حقیقت روحش نازار است، این روحش نارام است، خوشش نمیاید. بله. این گناه را انجام میده. اینمی گناه بهتر از اون عمل خوبی است که انسان را به اوج به خودخواهی و منیت میکشاند. بعضی اوقات انسان اعمال خوبی را انجام میده، ولی متاسفانه عمل خوب، عمل حسنه با دسائس و وسائس شیطان و خودخواهی و منیت انسان، عمل خوب را به وجب خودخواهی بیشتر افزایش میده. انسان در مسیر عمل خوب را در مسیر انحراف و در مسیری که غیر خدا راضی است، یعنی شیطان راضی باشه، خدا از او ناراض هست، بله، او را وادار میکنه. بنابر این ما میتوانیم امروز در مبحث حکمت 46 این را اشاره کنم که اصل اساسی که راه را خدا بر انسان ها باز مانده، انسان موجود مختار هست، مرتکب اشتباهات و گناهان زیاد، ممکن گناه صغیره کبیره بشود، ولی راه درمان گناه چیست؟ در روایت داریم لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار. هر چیز، یعنی هر درد دوا داره. بله. دوای گناه چیه؟ استغفار. این زبان سخن از زبان معصوم علیه السلام است. ظاهرا امام صادق علیه السلام اشاره میکنه، میگه هر شی، هر درد، بله، یک دوا داره، اما دوای گناه استغفار. یا تشویق میکند ما را در روایات، اگر بحث استغفار توبه را ما پیشکش بسازیم، هم در کلام وحی و هم در زبان روایات که از معصوم و از پیغمبر علیه السلام و علیه السلام اشاره شده، بله، به ما زیاد رسیده. اتائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه میکند از گناه مثل که هیچ گناه نکرده. بله. در بعض مضمون روایات اشاره شده کسی که از گناه توبه میکنه مثل که تازه از مادر متولد شد. خدا این بستر را و این نعمت توبه را باز مانده. در روایت از امام صادق علیه السلام است که در روز قیامت وقتی پرونده اعمال باز میشه، خوشا به حال کسانی که پرونده گناهش وجود داره، در پایان ختم هر گناه استغفار اونجا نوشته شده، این هر گناه جبران شده. استغفار جبرانی از خسارات و تاوانه، تاوانی را که مرتکب شده انسان توسط عمل این گناه را، این تاوان را توسط استغفار جبران نموده. و همچنان امام صادق میگه که دو تا ملک که دست راست دست چپ انسان به خاطر نوشتار اعمال انسان موظفن، انسانی که مرتکب گناه می شود، ملائکه دست راست به ملائکه دست چپ میگه که این اعمال گناه این آدم را ننویس، تا 7 ساعت را مهلت میده. اگر این آدم به خود آمد، استغفار کرد، توبه کرد، بازگشت، توبه یعنی بازگشت، استغفار یعنی طلب غفران و بخشش از خدا، یعنی طلب پوششه، مسون ماندن، محفوظ ماندن از عذاب الهیه استغفار. اینجاست که اگر توبه کرد بخشیده میشه، سیئه نوشته نمیشه، و اگر انسان توبه نکرد، اون زمان است که دست ملائکه دست راست بدن ملائکه دست چپ میگه بنویس.
این لطف خداست. از طرف دیگه تا لحظات پایان زندگی قبل از مردنم راه توبه و بازگشت وجود دارم. حالا که بحث ارزش توبه برای ما تبیین شده، خواستم که این حدیث را از مولای متقیان که از رسول گرام اسلام نقل کرده خواستم که بازخوانی کنیم، چون بحث توبه یک بحث مفصل است، هم در قرآن هم در زبان روایات زیاد تأکید شده. به خاطر اهمیت این موضوع یک حدیث زیبایی را انتخاب کردم از آقا امیرالمومنین که از پیغمبر نقل کرده، که عین موضوعی است که در حکمت 46 آقا امیرالمومنین برای ما به ماندگار گذاشته است. بله. و آن اینه که حضرت امیرالمومنین از پیغمبر میگه که پیغمبر فرمود تعترو بالاستغفار ولا تفزحكم، خب ولا تفزحكم رائحت الذنوب. یک جمله زیباست، پیغمبر فرموده خود رو خوشبو کنید، معطر بسازید، تعترو بالاستغفار به واسطه به سبب استغفار خود رو خوشبو بسازید. لا تفزحكم، تفزح از افتضاح، افتضاح رسواییه. لا تفزحكم رائحت الذنوب، گناه گناه هست، گناه تعفن داره، بدبویی داره. ببین یک نکته خیلی لطیف پیغمبر اینجا اشاره کرده، گناه ضمن که مرض تعفن داره، بدبویی داره. آدمی که بدبویه، مثلا یک گایی است که یک نفر بدنش بو میده، بله، در هر جایی در هر مجلسی که بنشیند دیگر را اذیت میکنه. لحاظا انسان مجرم، انسان گناهکار که نافرمانی خدا را کرده تعفن داره. ممکن خود آدم نفهمه، ممکن یک تعداد کم نوعش گناهکار را نفهمه، ولی برای پاکان این تعفن اذیت آوره و در عین حال رسوا کننده است. بله. مثل در یک جامعه 10 نفری 50 نفری 100 نفری یک نفر بو میده بدنش، درست، اگر بو میده دیگران اذیت میشه، خودش رسوا میشه در جمعیت. حالا بحث اینجا که بعض اوقات لباس آدم نجیس بو میده، میتونیم بوشیم. بله. باید تطهیر شود. تطهیر. بدن انسان اگر ناپاک میشه بوی میده کنه، میشیم توسط تطهیر پاک میکنیم. بله. اما گناه توسط چی پاک میشه؟ اینجا راه مسیر را که پیغمبر بیان کرده که تعترو بالاستغفار، خود معطر کنید، خوشبو بسازید. ولا تفزحكم رائحت الذنوب، شما را رسوا نکند بدبویی گناهتان. حالا اینجاست که یکی از بزرگان این حدیث را تفسیر کرده و یک مثال زده است، این که میگه انسانی که سیر میخوره، بله، سیر وقتی میخوریم دهان آدم بو میده، یک نفر در بین 10 نفر سیر بخوره دانش بوی میده، همه ناراضه و میفهمه که سیر خورده، در این حال دیگران هم اذیت میکنه. بله. ولی اگر همه 10 نفر سیر بخوره هیچ نمفهمه، چون هر کس خورده. حالا بحث اینجاست که اگر یک از علایم کسی سیر میخوره، خودش بو رو نمیفهمه، چون خورده خودش بو رو حس نمیکنه، ولی دیگران حس میکنه. یا ممکن است اجا او اتفاقی که برای ما میفته یا گناه و وضعیتی که در او گیر میکنیم شاید برای ما خوشایند باشه و در واقع این بصیرت برای ما وجود نداره که بفهمیم که چقدر میتونه آسیب و صدماتی به ما و دور و بر ما وارد کنه. دقیقا. خب اینجا بحث رسوایی مطرح شده. بحث. پیغمبر میگه ولا تفزحكم رائحة الذنوب، بدبوی شما رسوا نسازه. حالا بحث اینجاست که اگر انسان خودش گناه میکنه، ممکن خودش نفهمه، بله، ولی برای کسایی که قلبش پاکه، روحش پاکه، بصیرتش بازه، گناه را میبینه، انسان گناهکار را تشخیص میده. انسان گناهکار در خانواده، در یک محیط، جامعه را ناسالم میسازه و در جامعه خودش مضره. مضر. لحاظا اینجا راهش چیه؟ راه درمان تعفن از گناه.
راه درمان تعفن و بدبویی گناه استغفار تعریف شده. انسان کوشش کنه که از این نعمت خدا استفاده. ما در این مبحث را چی زیبا با تناسب در ماه شعبان المعظم که قرار داریم یک از اعمال مخصوص ماه شعبان المعظم استغفار، ضمن که صدقه دادن و دعای مناجات شعبانیه یا ذکر صلوات شعبانیه داریم، روزه شعبان ماه شعبان هست که ما انتساب در رسول گرامی اسلامه، یکی از خب فضیلت هایی که استحبابش زیاد تأکید شده در ماه شعبان المعظم استغفاره. گفتم رو هر روز انسان میگه استغفر الله اسأله التوبه، یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم و اتوب الیه. 70 مرتبه در هر روز در ماه شعبان ثواب داره، آدابش اینه، دستور اینه که در کتاب گرانسنگ مفاتیح ذکر شده که انسان استغفار بود. لحاظا اینجاست که رای درمان تعفن بدبویی گناه انسان را پیغمبر گفته استغفار و خود را خوشبو نمایید. انشاءالله ما با استفاده از این فرصت تلاش کنیم که از این ماه پرفیض شعبان و از جمله درمان از گناه استغفار را پیشکش بسازیم. سلام ممنون زنده سلامت باشم آقا و دوستان عزیز و ارجمند، از اینکه شما عزیزانم همراه ما هستید یک دنیا سپاس. با هم دیگه خیلی کوتاه میام برنامه ای را میبینیم و ان شاءالله در بخش دوم برنامه هم بیشتر به ارزش پشیمانی و توبه و استغفار از گناه خواهیم پرداخت. دوستان عزیز ارجمند در خدمت شما عزیزان هستیم. در رابطه با این موضوع صحبت کردیم که گاهی اوقات گناهان و اتفاقاتی که در زندگی ما میفته چقدر میتونه بر قلب ما و روحانیت قلب ما تأثیر منفی بر جای بگذاره، همانند یک لکه سیاه بر روی قلب ما مینشینه و وقتی ما اصرار و تداوم بر این گناه داریم این لکه ها بیشتر میشه تا اینکه موجب مسخ و اینکه دگرگونی قلب ما میشه، از اون حالت روحانیش گرفته میشه، روحانیتش گرفته میشه و از حالت روحانی و ارتباطی که با خدا داره تزلزل میکنه و پایین میآید. بنا به فرموده آقا راهی که وجود داره در چنین شرایط و موقعیتی برای هر بنده ای از خدا راه بازگشت و توبه و استغفار هست که بر روی دست گرفته شد تا ای که این رابطه و این ارتباط از نو ایجاد و تجدید شد. آقا ممنون از شما، تشکر، سپاسگزاری میکنم. به هر حال انسان ها ممکن الخطا هستند و در شرایطی اتفاق میفته که خطاهایی کوچک و گناهانی را انجام میتن. هیچ کسی دوست نداره که رابطه بندگیش با خداوند دچار آسیبی شود، اما به هر حال یه اتفاق میفته و همانده یک لکه سیاه بر قلب و روح انسان مینشینه. گاهی اوقات ما تصمیم میگیریم که توبه کنیم و با استغفار خود این رابطه یه بنده خود از نو احیا کنیم، اما میبینیم که دوباره درگیر هوا و نفس میشیم و باز هم خطا و گناهی را مرتکب میشیم. آیا ما فراموش میکنیم که توبه واقعی چگونه یک توبه ای هست که دوباره ما سبب نشه شرایط و احوالات که در سراشیبی خطا و معصیت در واقع سقوط کنیم؟ چگونه باید توبه کنیم که او حالت روحانی و اقتدار انسانیت خود را بار دیگر بتونیم به شیوه درستش کسب کنیم؟ عرض شده که راه و مسیر توبه، مراحلی که علما و بزرگان دین ما بیان کرده است چند چیزه. یک پشیمانی و ندامت که انسان در حقیقت با از کاری که انجام داده که درک کرده گناه است پشیمان باشه. دوم تصمیم و اراده به ترک گناه است. یک گناه را ترک کردیم و از او توبه میکنیم، تصمیم دوم بر عدم اجرای مرحله بعدی هست، تصمیم قاطع که دوباره مرتکب اشتباه نمیشه.
سوم مراحل علما میگه که جبران حق الله و حق الناس در اشتباه و گناه رجعت میکنه بر دو حق، یک یا حق خدا بگردن انسان میمونه یا اشتباه گناه مرتکب که حق الناس را انجام داده. برای جبران که چون توبه کردیم و دوباره تعهد کردیم که مرتکب نشویم، سومین مرحلهش اینه که انسان جبران کنه که ما حق الناسی زایش نه یا حق الله زایش. در هر دو مقوله اقدام میکنیم که این را جبران کنیم. مرحله چهارم جبران مافات اشتباهاتی در زندگی که ما کردیم، عمر ما در بطالت سپری شد، حالا توبه کردیم، اون چی که از ما فوچه با جبران شو، این تلاش شو و جایگزینی از جبران همی که جایگزین ما فعالیت و خدمات انجام دید که او عمر ما که به بطالت رفته، به اشتباهات رفته، در گناه صرف شده، او را جبران کن. لحاظا توبه واقعی ما گرچان فرصت کم میسان، توبه حضرت آدم، آدم علی نبینا اشتباه و گناه مرتکب نبود، یک ترک اولا بود، ولی چشم را آنقدر گریه کرد، توبه کرد که توبه حضرت آدم ماجرای طولانی را داره که همیشه چون خدا را دوست داشت. یا مثلا که برادران حضرت یوسف اشتباه کرد، در آخر توبه کرد. مثلا که اینا ملموس ما یادآوری کنیم، مثلا توبه ابولبابه در زمان رسول گرامی اسلام اشتباه کرد، خود به ستون بسته کرد، گفت تا زمانی که توبم قبول نشده، پیغمبر آمده رسمان را از گردونم باز نکرده، ما در این ستون خود به جز برای زیارت در مسجد، در خانه خدا، در مسجد نبی افتاد، گریه میکرد، ناله میکرد برای ندامت و پشیمانی از گناهی که مرتکب شده بود، که توبهش قبول شد. خب آیات از کلام وحی نازل شد، پیغمبر مأمور شد، آمد اون چیزی که تنابی به گردن بسته کرده بود باز کرد، گفت توبت قبول شده. اینجا حالا میلیون ها آجی میره در ستون ابولبابه، در ستون توبه، که ستون توبه نام میشه. اینجاست که میلیون ها آجی ثواب هم داره که دوره که نماز بخونه برای توبه و استغفار. یک بحث اینجا خوب است که اشاره کنیم که استغفار تنها برای مجرم نیست. استغفار یک موضوع ارزشی و عبادی هست که یک ذکره. پیغمبر گرامی اسلام هر مجلسی می نشست تا 25 بار استغفر الله ربی و توب الیه می گفت از مجلس می رفت. این نبود که پیغمبر گناه کرده استغفار کنه. مثلا ائمه ما دایم ذکر میگفت، یکی از چیزهایی که میگه لبانتان رو معطر کنین یا مرطوب بسازین، خوشبو بسازین با ذکر استغفار، خودتان را و بدنتان را خوشبو بسازین با ذکر استغفار، یعنی بدی ها رو از خود دور کنید، رای جبران برای یک انسان استغفار کنه. ضمن که یا اشتباهی میکنه که انسان نمیدانه حق الله را انجام داده به گردن انسان یا حق الناس شده، رایای مرتکب اشتباه شدیم، در هر جهت اونی که میدانیم اشتباه کردیم، گناه کردیم، واجب استغفار کنیم، توبه کنیم. و یا گاهی است که آدم هیچ نمیدانه، یکی از چیزهایی که انسان با میداره و خدا او را دوست داره که میگیم استغفر الله ربی و توب، تنها به زبان نمیشه، استغفار قطعی و حقیقی با قلب توأم باش، زبان با قلب توأم، که دیگه مرتکب گناه نشه و از این گناهی که انجام دادیم باید ندامت و پشیمانی را داشته باشیم. و مراحل ششگانه ای داره که فرصت کمه که ما بیان کنیم که باید در استغفار رعایت شه. یکی از چیزهایی که مضمون کلام آقا امیرالمومنین بود، خب بیشتر که ما را از خطری انجام گناه کرده، اعمال نیکی که با اوجب، با خودخواهی و منیت انجام میشه، که این اعمال خطرش از گناه کرده خطرناکتر میشه. یعنی عجب خودش گناهست، از گناهان کبیره هست، منشه تمام خباثت ها کبر و خودخواهی و عجب. عجب ما میدانی که جرمش بالاتر از کبر و خودخواهیه. کبر در مقابل کس خود را آدم بالاتر میبینه، عجب چه کس باشه نباشه خود بالاتر میبینه. سرنوشت
شیطان همه ملموسن میدانیم آگاهیم که شیطان یک کار انجام داده که در برابر خدا کبر و خودخواهی و عجب انجام داد. این باعث شد که از درگاه خدا رانده شد. لحاظا بعضی از اعمال نیکی خوبی ولی انسان هم میبره به دروازه عجب. هم اعمال بی ارزش میشه، هم زحمت ما بی ارزش میشه و ما را در وادی گناه وارد میکنه. ولی یک وقت گناهی انجام میده که از او گناه انسان خوشش نمیاد، تنفر داره به حقیقت ولی گناه را انجام داده. این می گناهی که ناخوشایند در نزد مرتکب گناه است، از اون عمل خیر که انجام داده که به دروازه عجب منتهی ساخته او خطرناکتر است از این گناه کرد. لحاظا ما میدانیم که در وقتی اگر ما مرتکب گناه میشیم، بله، مرتکب اشتباهات در زندگی میشیم، نافرمانی خدای متعال انجام میدیم، گاهی اوقات ما نمیدونم در خانواده، گاهی اوقات در خود، در نفس خود ظلم میدیم. الهی ظلمت نفسی، در دعای کمیل آقا امیرالمومنین خدایا به خود ظلم کردم، ظلم به دیگران کردیم، حق الناس انجام دادیم، مرتکب اشتباهات شدیم. بعض گناهان است که آدم گناهکار خودش ما عرض کردیم مثل که آدم سیرخوری بویش حس نمیکنه. آدمی که دوچار اشتباه شده، گناه کرده، از بس که گناه زیاد شده هیچ تعفن و بدی گناه را نمیفهمه، ولی دیگران را آزار به دیگران آزار میرسن و انسان را رسوا میکنه. یکی از خطرات گناه اینه، انسان هم در آخرت رسواه که نامه اعمال به دست چپ انسان داده میشه، در میان خلایق انسان گناهکار و مجرم رسواه و چهره انسان هایی که بندگی خدا را کرده بشاش و خوشحال و تابناک است، قرآن میگه انسان های مجرم و گناهکار چهرهش غبار آلوده، خاک نشسته یه. انسان صورتش گرفته شده یه. انسان شرمسار در میان خلایق رسوا محشور میشه، بله. و هم در میان جامعه و در میان مردم میبینیم که یکی از خطرناکترین موضوع و آثار گناه بر انسان مجرم چیه؟ که رسوا میسازه، هم در آخرت رسوا میشه، هم در دنیا رسوا میشه. ولی یک نفر دوزه، اگر بفهمه که این دوزه در جامعه رسواه. ببین یک نکته را اشاره میکنه، میگه اگر یک آدم مؤمن، امام صادق میگه اگر یک انسان مؤمن بدون کدام اجباری حرفی سخنی دروغ میگه، 70,000 فرشته او را لعن میکنه. بله، یعنی گناه انجام ده، گناه ساده در اختیار خود انسان دروغ گفت، 70,000 فرشته او را لعن میکنه تا آسمان هفتم در معراج عرشم که میرسه، تا مو زمانم اونایی که حامل عرش اونها مورد لعن قرار میده. یک انسان یک دروغ گفت. نمونه هست بقیه گناهانی که انجام میدیم، گناه شخصیه، غیبت خطرناک میشه، حق الله داره، حق الناس، اینا گناهانی است که گاهی به نفس انسان ارتباط داره، گاهی به جامعه ارتباط داره. خطرش چه؟ آثار و پیامد گناه رسوایی و بدبویی هست که انسان بدبو میسازد. از بدبویی مثلا نمونش در روز قیامت انسان به اصناف های مختلف محشور میشه، این خطرناک میشه، رسوا میشه. این گناه هست که ما رو میکشن، سگ خوب محشور میشه، میمون محشور میشه. لحاظا در این فرصت و پایان ما تقاضای ما اینه که از خود میگم و به بینندگان محترم، تقاضای ما اینه که این کلام آقا امیرالمومنین که ما را به یک وادی سوق میده که ارزش استغفار را دارا باشیم و همیشه کوشش کنیم استغفار کنیم. نماز بهترین برنامه عبادی ارتباط، 5 وقت نماز میخوانیم و در تعقیب نماز استغفار. خیلی هم سوال، انشاءالله خدای متعال توفیق استغفار برای همش خصوصا پیش از مردن نصیب بکنه انشاءالله. الهی آمین. ممنون آقا زنده و سلامت باشن. واقعا بهره‌مند شدیم از صحبت های بسیار ارزشمندشون. ظاهرا در همینجا فرصت به پایان رسیده و ناگزیر هستیم که از حضور شما خداحافظی کنیم. انشاءالله که همیشه موفق و معید باشین. خیلی خوش آمدید. خب دوستان عزیز و ارجمند، ممنون از همراهی همه شما عزیزان. به پایان دو بخش از برنامه رسیدیم. بخش سوم برنامه ما همچنان باقی است. مروری هست بر آخرین اخبار و تحولات دنیای ورزش که انشاءالله به اتفاق همکار عزیزم برای شما تقدیم خواهیم کرد. اما قبل از اون شاید میان برنامه ای باشید.